سلام سلام به دوستان عزیز خانه مستند که میدونید به تازگی را افتاده یک فیلم رفتیم در مورد فریدا با جناب آقای اردوان وزیری که فیلم فریدا در سال 2024 یعنی سال جاری میلادی اکران شد و دردها و رنجها و هنر خانم فریدا رو نشون میده که لینکش میذارم این بالا میتونید برید ببینید اون برنامه رو و توصیه میکنم حتما برید ببینید در همین سال 24 یک فیلم مستند دیگری ساخته شد به نام من سلندیون هستم از خواننده بسیار مشهور و شهیری که در استان فرانسه زبان کانادا به دنیا آمد خانم سلین دیان و متاسفانه این فیلم هم از رنج های سخن میگه که ایشون که ستاره بزرگ موسیقی هستند میپردازیم با جناب آقای اردوان وزیری Is the sound man okay? <laughs> my voice is the conductor of my life. When your voice brings you joy, I can't wait to fly. You're the best of yourself. I need my instrument. سلام بر جناب آقای اردوان وزیری بسیار خوشحالیم که بار دیگه شما را در برنامه خودتون که دیگه این که دیگه کاملا برنامه خودتونه دیگه این بخش این برنامه مستند امیدوارم که بتونیم هر از گاهی یا حتی هر هفته یه مستند خوب معرفی کنیم اینجا خب بفرمایید شما با بینندگان سلام و احوال پرسی داریم بفرمایید تو بریم سراغ فیلم بله منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان و مخاطبان عزیز این برنامه و از شما ممنونم که این پیشنهاد من پذیرفتین برای تماشای مستندها که این هم باز مثل مستند فریدا کالو که گفتین یه مقداری مستند ناراحت کننده ولی خب فکر میکنم توماس یه جایی گفته که هنر ناب تحت شرایط تاریک به وجود میاد اینم میشه اطلاق کرد به فضا و داستانی که این مستند داره تعریف میکنه حالا جلو بریم در مورد جنبه های مختلفش با هم دیگه صحبت میکنیم بله خیلی برای من خودم شخصا خبرش شنیده بودم که سلندیام دچار یک بیماری شده که ممکنه در خوندنش تاثیر بذاره و دیگه نتونه بخونه یا لاقل مثل سابق نتونه بخونه ولی خب از جزئیاتش خبر نداشتم. ولی این مستند خیلی خوب نشون میده که چجوری به این بیماری مبتلا شدن و چجوری اعلام کردن و بقیه ماجرا. سلندیام از این جهت برای من جالب بود که بالاخره هم کشوری جدیدمونه کاناداییه و یه بارم توی لیموزین دیدمش یعنی اون تو لیموزین بود من تو خیابون <applause> و خب خیلی تو کانادا محبوبه تو جهان محبوب البته ولی تو کانادا هم خیلی محبوبه در بخش فرانسوی زبان به دنیا آمد در استان کبک ولی خب دیگه اینجا معمولا به دو تا زبان انگلیسی و فرانسه مسلط هستن که ایشون هم هست خب بفرمایید بله من یه مجددا مطابق همه برنامه هایی که داریم یه مقدمه خیلی کوچیکی عرض کنم خدمتتون صنعت سرگرمی در دنیا واقعا یک صنعت وحشتناک و مرگباری از لحاظ رقابت یعنی شما از مشهورترین آدم های سینما و موسیقی که بپرسید میگن این حرف منو تایید میکنن فضا به حدی رقابتیه و فضا به حدی پرفشار و پر استرابه که کافیه یک هنرمندی به ویژه در عالم موسیقی حتی یه مدت زمان خیلی کوتاهی خبری ازش نباشه تا اساسا به فراموشی سپرده بشه حالا هم در این مستند و هم در مستندهای دیگری که به طور خاص و ویژه میپردازند به این فضای رقابتی کاملا مشهوده که ما فقط یه هنرمندی رو میبینیم که میره روی استیج صد هزار نفر 200 هزار نفر تماشاچی برنامه اجرا میکنه و هپیلی میاد پایین و فکر میکنیم که همش همینه در صورتی که کاملا قضیه یک سمت مسترب کننده و رقابت خورد کننده ای داره که ما اون سمت دیگهش رو نمی بینیم ولی این هنرمندا در طول مدت فعالیتشون این رو با پوست و گوشت و استخونشون حس می کنن. ساخت یک آلبوم معمولا سالیان سال طول می کشه پنج سال، شش سال، چهار سال داخل استودیو میرن برنامه ضبط میکنن و خیلی خیلی پروسه طاقت فرسایی هست که ما فقط نتیجه نهاییش رو به صورت یک آلبوم موسیقایی یا به صورت یک کنسرت روی صفحه تلویزیون یا پرده سینما میبینیم این فیلم از این منظر اگرچه نه به طور مستقیم اما به طور غیر مستقیم به نوعی به این قضیه و فضای رقابتی اشاره میکنه اما از دریچه دید یک الهه موسیقی که سالیان سال فعال بوده در این زمینه و یک وچی از فیلم به دست آوردن اون شهرت مجددشه اگرچه که در طول بیماریش این شهرت کامل از بین نرفته ولی نبرد و جنگ یک زن جنگجوه برای به دست آوردن اون اقتداری که در عالم موسیری داشته و بدترین بلایی که میتونسته سرش بیاد یعنی از دست دادن صداش به اون مبتلا شده و ما میبینیم که چجوری داره برای به چنگ آوردن این صدا که خودش یه جایی از فیلم اشاره میکنه که همه چیز من هست همه زندگیمه داره تلاش میکنه بله از این جهت خیلی مستند موفقی بوده چون به خوبی هم رنجش رو نشون داده هم تلاشش رو نشون داده یعنی چجوری میشه یه آدمی با این همه رنج ولی استقامت به خرج بده تا دوباره بتونه بره سر صحنه و دوباره بتونه با مخاطبین خودش روبرو و چهره به چهره در تماس باشه بله من, من فیلم که دیدم راستش رو بخواین یاد داستان های اساتیری خیلی کوهن افتادم از زمان یونان باستان و روم باستان و حتی قبلتر از اون در زمان بابل که استوره ها و افسانه ها خیلی قوی بودن در اکثر این استوره ها و داستان هاشون یک ای یک خدایگانی به علت گناهی که مرتکب میشه یا عمل بدی که ازش سر بیزنه خدایان بالاسر تبعیدش میکنن به زیر زمین و اینو من دقیقا توی این فیلم مشاهده کردم یعنی حس کردم آفرودیت الهه آفرودیت الهه عشق چجوری تبعید میشه به زیر زمین اینا همش استعاره است و آفرودیت تبدیل میشه به کسی مثل نرگال نرگال یکی از اساطیر بابلی هست که خب به عنوان پادشاه غروب و پادشاه تاریکی ازش یاد میکنن قصه خیلی قشنگی داره نرگال ولی از جنبه استعاری که به فیلم نگاه بکنیم این در ذهن من زنده شد ضمن اینکه خب این الهه موسیقی این آفرودیت موسیقی هیچ گناهی مرتکب نشده بود هیچ عمل خلاف اصولی انجام نداده بود ولی اما به این دردی دچار شد که صداش ازش گرفته شد و تحقیقا همه زندگیش ازش گرفته شد داستان این مستند داستان بازپسگیری یا حداقل تلاش برای بازپسگیری این تاج صدایی که همواره بر سر سلیندیان وجود داشته و میخواد این رو پس بگیره و داستان فیلم خیلی با دقت و عمیق با ظرایف خیلی دلپذیری به این قضیه میپردازه اگرچه یک بخشیش خیلی ناراحت کنند خیلی زیاد ناراحت کننده هست ولی روایت این تلاش و این کوشش هست برای دوباره بر سر گذاشتن این تاج که آخر فیلم ما میبینیم که هنوز به این تلاش موفقی که کرده لاعقل در فیلمی که میبینیم هنوز نتونسته این تاج صدا رو برگردونه و به اون دوران اوج گذشتش برگرده چه تعبیر زیبایی شما به کار بردید واقعا یک مستند استورهی میشه لقب داد بهش استورهی ملکهی که از الههی که از اوج آسمان ناگهان به حزیز زمین میرسه و تلاش او برای اینه که دوباره بتونه به اوج برسه و به نظر من اصلا مهم نیست چون سلندیوم شخصیت خودش رو توی تاریخ موسیقی حفظ کرده و حفظ خواهد کرد یعنی از اون کسایی که صد سال دیگه هم مردم دوست دارن آنگاشو گوش بدن ولی این تلاشه به اون یک جنبه زیبای دیگری میده که چجوری انسان در واقع ما یک سرما میخوریم <تص> کار دیگه نمیتونیم بکنیم بعد این با این مصیبتی که دچار شده و بیگناه هم دچار شده همونجوری که شما گفتید به عذاب الهی دچار نشده داره تلاش میکنه برای اینی که دوباره بتونه موقعیت قبلیش رو به دست بیاره و عشقش به مردم به کسایی که خب چون از اون خواننده هایی که چند ده هزار نفری میرن برای کنسرت سالون بزرگی که گنجایش زیادی داره پر میشه و سریع سلات میشد به این خاطر این تلاش و استوره ای رو خیلی خوب نشون داده خب نظر شما در ادامهش یعنی بله، در ادامه همون سنت رقابتی موسیقی که خدمتون ارز کردم خب مثلا شارون ستون که ستاره سینما بود در دهه نود و فیلم های خیلی بحث برانگیزی هم بازی کرد به محض اینی که اون سکته مغزی رو کرد عملا اساسا کنار گذاشته شد از سینما و یه مدت خیلی زیادی رنج شدیدی رو متحمل شد که اخیرا خودش اومد البته نه در فیلم مستند در چند تا ویدیویی که گذاشته بود این قضیه رو توضیح داد اعتراض کرد به هالیوود به نوعی گفتش که شما همه من رو تنها گذاشتین و منظورم اینه که این اتفاقات کم نیست در صنعت سرگرمی ولی چیزی که سلیندیان رو متفاوت میکنه و این فیلم رو متفاوت میکنه همون نبرد و جنگ و مبارزهایه که به نوعی داره خودش رو میکشونه که به اون شکوه گذشتهش برگرده که البته شما هم اشاره کردین سلیندیان کسی نیست که از یاد کسی بره یعنی حتی اگر هرگز دیگه نتونه دوباره به صحنه برگرده یا آلبوم موسیقی ضبط کنه کسی نیست که مردم از یادش ببرن یه دیالوگای خیلی خوبی داره در صحبت هایی که رو به دوربین میکنه یه دیالوگای خیلی قشنگی هست که دقیقا این ازم و ارادش برای ادامه این مسیر رو روشن میکنه یه جا همون ابتدای فیلم میگه که دلم برای موزیک تنگ شده ولی برای مردم خیلی بیشتر و این رو جایی اشاره میکنه که ما چهره تکیدش رو داریم توی کلوزاپی مشاهده میکنیم و عشق میریزه موقعی که این حرف رو میزنه عشقهاش جاری میشه یا یه جای دیگه موقعی که دیگه در نهایت مجبور میشه رو به دوربین بنشینه و حقیقت رو به مردم بگه میگه که کر اجرای یک کنسرت کار دشواری نیست ولی کنسل کردنش خیلی کار سختیه همون سال 2017 یا 2018 هست که بالاخره مجبور میشه حقیقت رو به مردم بگه و خیلی جالبه مستند ساز من نمیدونم چقدر طول کشیده ساخته این مستند حالا اون تصاویر آرشیوی رو که بعضا میبینیم از دوران جوانیش و نوجوانیش و از خانوادهش صحبت میکنه در طول مدتی که مستندساز دنبالش کرده این رو بیان میکنه و خیلی قشنگ هر جایی که الان ما داریم تصویرش رو در زمان حال فیلم میبینیم کات میکنه به اون شکوه و جوانی گذشته این هنرمند موسیقی و از یکی از کنسرتاش اه اه به صلاح اینسرت میکنه در تصاویر و این تضادی که بین گذشته و حال سلیندیان وجود داره موتور محرکه فیلم ارز میکنم فیلم خیلی فیلم ناراحت کننده ایه راستشو بخواین راستشو بخواین من لاقل در سه جا از فیلم گریه کردم یعنی انقدر تأثیر گذار بود که واقعا بغز گلومو گرفت نتونستم خودمو کنترل کنم و گریه کردم دیدم این استوره چگونه بدترین بیماری که ممکن بود بهش دوچار بشه چجوری این زن شاد جذاب ثروتمند زیباروی هنرمند رو تبدیل کرده به کسی که الان شبیه یه زن خیلی مسنیه که سنی برش گذشته چروک های صورتش رو ما میبینیم و قشنگی فیلم در اینه که سلیندیان هیچ مرز و محدودیتی برای بیان این دردی که در درون وجودش لانه کرده اصلا هیچ ابایی نداره که این رو رو به دوربین بگه و برای مخاطباش بگه به همون خاطری که میگم به خاطر همون جمله ای که گفت دلم برای موسیقی تنگ شده ولی درم برای مردم خیلی بیشتر تنگ شده بله واقعا شهامت سلندیون نشون میده خاطر اینکه خیلی از این کسایی که برجسته شدن و مشهور شدن و به زیبایی و به صدای خوب حاضر نیستن رنج کشیدن های در واقع در خلوتشون کسی ببینه حتی یه جای فیلم هم حتما خاطرتون هست که وقتی که داشت رنج بسیار زیادی میکشید و نمیتونست خودش رو کنترل کنه بهش گفتن میخواید فیلمبرداری رو قطع کنیم که گفت نه باشه و این شهامته که میتونه سلنیوم رو بلندش کنه دوباره گفتم اصلا مهم نیست که این دوباره بتونه روی صحنه بره یا دوباره بتونه آلبوم بده ولی این شهامتش در این مستند ثبت شد ثبت تاریخی شد نظر شما چیه؟ بله, بله بله کاملا همین شهامتی که متمایز میکنه مستند و اگرچه ژانر مستند یه ژانر زندگی نامی هست اما به نوعی یک مستند خود روایتگر و خود بیانگر هست نمونه ها شما داریم که آدم های مشهور جلوی دوربین مستندساز میشینن و به خاطر تسکین اون آلام روحی و جسمیشون خودشون رو جلوی دوربین بیان میکنن تا لاقل یه مقداری از این سنگینی باری که دارن به دوش میکشن یه مقداری لاقل برای خودشون این بار تخفیف پیدا بکنه جایی در مستند میگه که من 17 سال دچار این بیماری بودم اشارم به راستگوییشه اشارم به همین خود بیانگری و خود روایتگریه میگه این ماجرا از 17 سال پیش شروع شد چطوری شروع شد من احساس میکردم موقعی که دارم روی صحنه میخونم یک اشکالی توی هنجرم به وجود میاد و میگه یادتون هست که من معمولا میکروفون رو می گرفتم میگرفتم طرف مردم که مردم بخونند این درسته که یک شیوه به وجد آوردن جمعیت هست که معمولا همه خواننده ازش استفاده میکنن ولی خودش در نهایت راستگویی میگه به خاطر این بود که من دیگه نمیتونستم ادامه بدم یا اینی که وسط کنسرت میزدم روی میکروفون که بگم صدای بد من به خاطر خراب شدن میکروفونه اینا رو داره روایت میکنه که خیانت نکنه این حالا اگر ناراست گفتن نمیگم دروغگویی این ناراستگویی به مخاطبش داره برای مخاطبش ارزش قائل میشه که بگه این رفتار من به این خاطر بود یا جای دیگه موقعی که میخواد بیماریش رو اون بیماری SPS که میشه استیف پرسن سیندروم یکی از بزرگترین نشانهاش این هستش که ازولات بدن معمولا فلج میشن این بارسترین نشانه این بیماریه و خب تاثیر میگذاره روی صدا و دیافراگمی که معمولا خواننده ها از طریق دیافراگ و بعد هنجرشون میخونن توضیح میده که آره مثل این میمونه که من نوت بالا نوت بالا رو که میخونم این نوت بالا دیگه بالاتر نمیره یه جایی متوقف میشه یا موقعی که دارم نوت پایین میخونم پایین تر بخوام برم دیگه برام امکان پذیر نیست و اینو باز هم دوباره با خیلی حالت برافروخته و گریان و مسترب و ناراحت روایت میکنه این شروع اون بیماریه که یه جوری حالا خودش رو در طول این 17 سال توجیه میکنه و کنسرتاش رو اجرا میکنه باز هم یه جای دیگه میگه که هی هی هر دوز داروی من زیاد میشد از یک میشد دو از دو میشد پنج از پنج میشد ده از هیجده میشد نوزده و, 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 دیگه یه جوری بود که دیگه من واقعا طاقت نداشتم و کنسرت سال 2017 یا هیجدم رو اگر متوقف کردم دیگه مجبور شدم بگم که دیگه من طاقت ندارم و دچار این بیماری شدم و همه مخاطبان و علاوه مندان و دوستارانم بفهمن این قضیه رو این اون حقیقت گوییه و خود بیانگریه و خود روایتگریه است که هم فیلم رو مستند رو خیلی جذاب میکنه و هم تصویر و تصوری که هواداران سلیندیان در طول این سالها ازش داشتند و به نوعی توجیهگر این قضیه هست چون خودش داره اینو روایت میکنه بله خیلی جالبه خود حالا من مثل شما چیز نیستم که کارشناس موسیقی هم باشم و اطلاعات زیادی داشته باشم ولی خود من با صدای سلندیان در تایتانیک آشنا شدم و فکر میکنم که بل. بسیاری مانند من با کسایی که حالا فن موسیقی نیستن با صدای جادویی اون توی تایتانیک آشنا شدم و واقعا مثل این مونه که یه نقاشی نابینا بشه یا یک مثلا پیانیستی انگشتاش از دست بده یه هنرمندی که نتونه دیگه هنرش رو خلق کنه در واقع خیلی عذاب آورتره از کسی که مثلا اگه دیگرانی که توی مستند میگه از هر یک میلیون نفر یه نفر به این بیماری دچار میشه خب خیلی صدای آنچنانی ندارن که اگر که دچار این بیماری شدن خیلی عذاب بکشن بیماری عذاب آوره ولی به طور کلی درام میگم ولی یه کسی که ملکه و الهه موسیقی و آوازه و هنجرش هنجره عجیب و شگفت انگیزیه وقتی دچار این بیماری میشه و صداشو به نحوی از دست میده خب مسلما رنج زید. به این خاطر اون منظورم اینه که اون 17 سال مخفی کردنش میشه بخشید چون احتمالا بل. همیشه هم فکر میکرده که خوب میشه درست میشه بل. و میتونه ادامه بده بله دید. این حالا بخش حرفه‌ای و تخصصی خوانندگی سلین هست خیلی چند جا توی فیلم راجب گروه موسیقیش بندش که صحبت میکنه که میگه ما سالیان سال با هم دیگه رشد کردیم با هم بزرگ شدیم بالغ شدیم جلو اومدیم و بازم یکی از اون جملات طلایی که میگه اینه که اگر میخواین زود برسین تنهایی برین ولی اگر میخواین دائمی بشین باید با گروه برین این یه تعریفی که داره از گروهی که طی این سالها باهاشون همکاری کرده و نشون میده باز این رفت و برگشتایی که کلام سلیندیان رو کات میکنه به تصویر این یکی از قشنگی ها منتاج فیلم یکی از قشنگی های فیلمه که نمونه تصویری حرفا رو سریعا کارگردان به ما نشون میده جایی که روی صحنه داره موزیسیناش رو معرفی میکنه که خب این بازم کاریه که اکثر خواننده ها در عواسط کنسرت یا اواخر کنسرتشون انجام میدن این کاملا مشخصه که چه لذتی داره اون کسی که داره گیتار میزنه میره کنارش میسته و خب معلومه که داره لذت میبره و اساس این خود شخصیت سلیندیان و این فیلم اون لذتیه که در طول این سالیان از زمانی که خیلی بچه کوچیکی بوده و خانوادهش رو نشون میده میگه ما چهارده تا خواهر و برادر بودیم چقدر به مادرش چقدر به پدرش فخر به صلاح باعث افتخارش پدر و مادرش که مادرم آره موقعی که ما حتی تو خونه غذا نداشتیم مثلا چهار تا دونه هویج توی یخچالمون بود کیک میپخت و ما میگفتیم واو این چقدر کیک خوشمزه این چیه میگفت مادرم میگفت آره این مثلا کیک هویجه که من براتون درست کردم قافل از اینی که اینا هیچی دیگه تو خونهشون نداشتن اینا جنبه که خیلی فیلم رو دلپذیر میکنه و در حاشیه روایت اصلیش که خود سلیندیان و بیماریش هست این حاشیه هاست که فیلم رو خیلی جذاب میکنه و تلاش هم میکنه این خانوم مستندساز که مستندساز خیلی معتبری هم هست ایرن تیلور که خیلی جوایز متعددی برده تلاش میکنه که بیش از حد اساسا سانتیمانتال نکنه فیلمو که ما دلمون بسوزه برای سلیندی درسته که ما دلمون میسوزه و احساس ناراحتی میکنه ولی تلاش میکنه با این رفت و برگشت ها یه تعادلی بین اون ناراحتی که در کل فیلم وجود داره و حالا پیشینه درخشانی که سلیندیان داشته این تعادل رو برقرار کنه که فیلم برای مخاطب به یه طرف نره و بتونه خیلی با راحتی فیلم رو دنبال کنه خب طبق معمول نکات پایانی دارید یا چه میخوایید بله فیلم،, فیلم که خب خیلی میشه بهش صحبت کرد ولی محدودیت زمانی و اینی که خب بالاخره مخاطبا بیشتر از 25 دقیقه نیم ساعت نمیتونن یعنی یه فرهنگیه که ما فرهنگ فرهنگ اینستاگرامی شده کلیپ‌های مثلا پنج ای ده ثانیهی نگاه میکنیم معمولا خیلی کمتر به یوتیوب مراجعه میکنیم که از اون طریق برنامه هایی رو ببینیم فیلم خیلی نکته داره برای گفتن ولی اون سکانس پایانیش که حمله اسپیس بهش دست میده و عملا فلج میشه و پزشکا و مددکارا میریزن بالا سرش که حالش رو خوب بکنن یکی از آهنگاش رو میخونه اه که یه نکته دیگه فیلم اینه که هر چیزی که سلیندیان تعریف میکنه کارگردان به خوا... واسطه شناختی که از آثار سلیندیان داره صاف میره سر یکی از اون آهنگایی که اصلا روایت اون قصه ای که داره سلیندیان تعریف میکنه توی این سکانس پایانی هم بعد از اون حمله ای که بهش دست میده یکی از آهنگاشو میخونه البته خب خودش داره به صلاح همخانی میکنه آهنگ جای دیگه پخش میشه تموم که میشه میگه که واو عجب آهنگی عجب آهنگی عجب آهنگی و باز یه جمله طلایی که همه فیلم رو در بر میگیره و بعدش فیلم تموم میشه میگه حتی اگر نتونم راه برم میخزم اما متوقف نمیشم این فیلم جان مایش همین دیالوگ آخریه که سلین دیان میگه خیلی متشکرم آقای الان وزیری همونجوری که تو برنامه هم فرمودید پایه و اساس مستند تحقیق یعنی باید کارگردانی که در اون مستند رو میسازه کاملا مسلط باشه به موضوع و خب معلومه که خانم تایلور هم کاملا مسلط بوده و یا حالا تیمی که کمک کردم تا این فیلم ساخته بشه به مسلط بودم که تونستن به این خوبی شواهد بیارم خب اگه اجازه میدید بینندگان عزیزمون خدافیزی کنیم و خب دوستان عزیز یه برنامه دیگه تموم شد سابسکرایب کامنت اگر نظر خاصی دارید اگر که فیلمی رو پیشنهاد میکنید که ما ببینیم در حضور آقای وزیری بررسیش کنیم لطفا نظراتتون رو تو کامنت ها بنویسید و ما رو به کنی سابسکرایب و لایک و اینا هم که دیگه سخن همیشگینه خب دیگه همین دیگه